جایگاه اندیشه. اندیشه های بنیادین برای تغییرات بنیادین. حضور اندیشه وران در اتاق فکر رادیو مالی. برای تغییر نیاز به اندیشه داریم. برای اندیشه نیاز به شناخت داریم. با کدام اندیشه ها به دگرگونی های بنیادین دست یابیم؟ ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اندیشه در برابر کلیشه، برنامه ای از رادیو مانی با حضور صاحب نظران در بررسی جدیترین مسائل ایران و جهان. آنچه دیگران به شما نمیگویند ما به شما میگوییم. با گرمترین درودها به شما بینندگان این برنامه و شنوندگان نازنین رادیو مانی. من مانی هستم و امروز باز هم یک میزگرد فرهنگی داریم. ما در برنامه پیشین میزگرد فرهنگیمون درباره عقاید و نظرات یکی از همیهنانمون که اهل قلم هم هستند، آقای سهراب چمن‌آرا سخن گفتیم. البته از ایشون هم دعوت کرده بودیم که تشریف بیارن، ولی به هر حال نشد، حضور نداشتن. و پس از اینکه اون میزگرد ما رو شنیدن، پاسخی دادن و همراه با بخش‌های از اون گفته‌های ما در یوتیوب منتشر کردن، برای ما هم فرستادن و ما شنیدیم و بینا که رسیدیم که بهتره یک برنامه با حضور شخص ایشون و رو در رو داشته باشیم. موضوع بر سر هویت ایرانی بود در اون برنامه که در این برنامه هم هست، و ارکان هویت ایرانی چیست. و ما امشب با حضور آقای سهراب چمن‌آرا، آلفرد آبرامیان و مردو آناهید این میزگرد رو پیش میبریم. من حدود 12 سال پیش یک مقاله نوشتم و اونجا اشاره کردم که هویت ایرانی 3 پایه اصلی داره. یکی زرتشت رو داره در پهنه جهانبینی، دین و هستی شناختی. یکی کوروش بزرگ رو داره در گستره سیاست، کشورداری و انسانمداری. و دیگری ابوالقاسم فردوسی رو داره در پهنه زبان و اسطوره نگاری که این 12 سال پیش منتشر شد و 8 سال پیش دوباره منتشر شد در مقدمه مجموعه اشعار من که انشاءالله کتاب در لس آنجلس منتشر کرد به نام خوشه از کهکشان. و 2 سال بعد از اون در یک کتاب مستقل دیگری به نام آوازهای کوروش آریایی این منتشر شد. و البته این مقدمه بسیار طولانی است، من توضیح دادم چرا این 3 پایه رو پایه های هویت ایرانی میدنم. آقای چمن‌آرا در گفتگوی که من خدمتشون داشتم در همین رادیو، یک چیزی هم به این موضوع اضافه کردند و میگویند ما اهرام اربعه داریم. در واقع فرهنگ ایران و هویت ایرانی 4 تا ستون داره. ستون 4 که ایشون بهش باور دارن و اضافه کرده اند قرآن است، یعنی در واقع اسلام است. خب حالا ما در این برنامه میخواییم بررسی کنیم که آیا به راستی اسلام و قرآن یکی از پایه‌های شناسه و هویت ایرانی است یا یک چیز وارداتی و تحمیلی است. بنابراین من از جناب چمن‌آرا آغاز میکنم. آقای چمن‌آرا گرامی، زمینی که به شما خیلی خوش آمد میگم، خوش آمدید و میدانم که شما یار پایدار ما خواهید بود، در کنار ما، ما در کنار شما در رادیو مانی و با هم بحث‌های زیادی خواهیم داشت. پرسش من از شما این است که آیا شما به راستی و چرا
قرآن رو و اسلام رو و حتی شیعه رو در، چون در یک برنامه گفتید که شما یک مسلمان شیعه هستید، جزئی از شناسه و هویت ایرانی میدانید. بفرمایید. بله، با درود خدمت همیهنان و جناب آناهیت و آبرامیان، عرض کنم حضور انورتون که اسلام در ایران هست، یعنی 1400 سال آمده دیگه. وقتی که یک نفر مسلمان میشه دیگه قابل برگشت نیست، باید یعنی مسلمان میمانه. چون این بارها شده که من در جاهای مختلف که مثلا صحبت کردم، وقتی که همین بر میگردم و از زرتشت صحبت میکنم، که البته از زرتشت من فقط میگم همون سفرمان زرتشت، خیلی هم با دوستانی که زرتشتی هستن شاید از این حرف من دوباره خوششان نیامده باشه، من جمله آقای خزایی که خب معرف حضور همه تان هستن. و من میگم دین زرتشت باعث سقوط امپراتوری ساسانیان شد. تا زمانی که ما از آموزه های زرتشت استفاده میکردیم، امپراتوری ایران سر پا بود و با دو امپراتوری یونان و روم در رقابت بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به مجردی که ما آموزه های زرتشت تبدیل کردیم به دین و آمد توی سیستم حکومتی، باعث سرنگونی رژیم شد، باعث سرنگونی امپراتوری ساسانیان شد. بنابراین وقتی که من صحبت از زرتشت و یکی از ارکانش میکردم، یه عده‌ای بلند شدن گفتن آقا شما زرتشتی هستی. گفتم نه آقا، من پدرم مسلمان بوده، مادرم مسلمان بوده، قاعدتا خودم هم مسلمان متولد شدم، منتها کاری که من کردم این بود که چون مسلمان هستم و اصلا نماز هم میخواندم، قرآن هم خواندم، بارها هم قرآن خواندم و به عربی خواندم، چیزی ازش دستگیرم نشد، بعد رفتم فارسی خواندم، بازم چیزی ازش دستگیرم نشد، تا اینکه زمان رسید و قرآن کرونیکال کردم. البته میخواستم اینم خدمتتان عرض کنم که قرآنی که من کرونیکال کردم قبل از من خیلی ها کردن، من جمله همین دوست جوانمان آقای آرمن ساگنیان، ایشان هم این کار منه کردن و گویا آقای حسین کمپانی هم ایشان در وبسایت 1400ش مدت ها سال هاست که این قرآن به این صورت اونجا گذاشته. تنها کاری که من کردم این بود که این قرآن علاوه بر این که کرونیکال کردم، خلاصش هم کردم در حدوداً 40 صفحه و تمام وقایع زندگی حضرت محمد، نه دیگه تمامش، اون چیزهایی که من مثلا پیدا کرده بودم با سوره ها ردیف کردم و برگشتم که بله سروشم درسته که هیچ ارادتی بهش ندارم و حقیقتاً شاید در حد تنفر ازش احساس دارم، چون داستانش طولانیه، بلایی که این سر خیلی از دوستای ما در اون انقلاب فرهنگیش آورد، ولی گفتم آقا حتی سروشم با این مخالف نیست که این باید به فارسی خوانده بشه و به صورت کرونیکال خوانده بشه. وقتی که این قرآن خواندم به این شکل، بعد تازه متوجه شدم که اصلا چی شد عثمان و به طور کلی عرب ها آمدن اینه به این شکلی که الان میگن قرآن سنتی، گفتن نه باید حتما این قرآن به این شکل خوانده بشه، چون در اون صورت شما حقایق قرآن پیدا نمی کنید. ما برای این دین واقعا تحمیلی بوده، حالا هر طوری که شما میخواید اینه
بالا پایین بکنید. من نگاهی ساعتم میکنم که بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت نکنم. دین به این شکل تعمیلی بوده، چون سلمان آیات مکیه برای بسیاری از بزرگان ایران فرستاد و اونها هم آیات مکیه که خواندن خیلی خوششان آمد، چون تقریبا میشه گفت کپی انجیل بود و این خوششان آمد و این بود که بزرگان ایران در اول اینه. ولی وقتی که دیدن که این اعراب نه آقا، اصلا اینها مسئله قرآن در اینجا مطرح نیست. یه لحظه من پوزش میخوام، دوستانی که میکروفونشون بازه روی میکروفونشون بزنن ببندن، چون یک صدای اضافی میپیچه مزاحم صدای جناب کمان آرا میشه. آقای کمان آرا ببخشید، و البته لطف کنید به من توضیح بدید که آیا شما زبان عربی هم میدانید یا نه. نه من عربی به اندازه همین همه خود میدونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و نمیدونم و العصر ان الانسان لفی خسر. شما درست دارم میگم که همون حالتی که هر کسی نماز میخوانه اینا به عربی همون حالت داره. به عربی خب شما وقتی که کلیات سعدی میخوانید اول کتاب رو باز میکنید منت خدای را عز و جل، بعد میگید که آقا باید عربی بخوانید. و عربی در همون سطح، نه اینکه عربی بلد باشم. اصلا من مترجم قرآنم نیستم. این قرآن فارسی به این شکل نوشته شده، اونجا من کاری کردم، من همون قرآن فارسیه کرانیکالش کردم، داشتم عرض میکردم در مورد این دین تحمیلی یا غیر تحمیلی بحثا زیاده که اون اجازه بدید در بحث دیگری چطور کنم. وقتی که آمدن و این قرآن یعنی اسلام ایران مسلمان شد، چه بسا داست یعنی روایات تاریخی مستند هست که وقتی که مالیات های استخر میفرستادن به مدینه، یه دفعه خلیفه به بغداد میفرستن، خلیفه میبینه مالیات امسال کم شده، میگفته که آقا این چرا مالیات کم شده، بهش میگن که آقا یه عده زیادی همه مسلمان شدن خب مالیات نمیده. میگه نه نه آقا بریم بگیم پدر سوخت، همون به دین اولیتون بگید که مالیات به ما بدید. این حالا اینا بحثایی شده، ولی من میخوام به این نکته چت کنم برسم، و اون این که ما ایرانی ها وقتی که مسلمان شدیم در 1400 سال پیش، توی این مملکت شما مجسم بکنید آموزه های زرتشت بود و ما باید اسطوره های شاهنامه بود، ما سیاوش داشتیم، رستم داشتیم، بنابراین آمدیم اون موقع، دارم میگم از 1400 سال پیش، اون موقع آمدیم، راهی هم نداشتیم، نمیتونستیم بگیم که آقا ما دیگه مسلمان نمیخوایم باشیم. آمدیم گفتیم آقا این مسلمانی شما که عیناً اون مسلمانی که اون موقع به ما تحمیل کردن، همین مسلمانی داعش بود. یعنی الان هم شما برید با وهابی ها صحبت کنید، با سلفی ها صحبت کنید، اصلا بین سلفی و مسلمان های داعش هیچ فرقی نیست. نتیجتاً ما آمدیم از این اسلام یک دین تازه ساختیم. به همین دلیل هم هست که اصلا اونا ما را مسلمان نمیدانند. یعنی میگن شیعه، اصلا اینا آقا اگر شما 4 تا 5 تا شیعه بکشید حتما میرید به بهشت. چه بسا من توی یکی از کتابام نوشتم که آقا اگر که 4 نفره بذارن، یه شیعه، یه ارمنی، یه حتی بیدین و یه یهودی به یه فشنگ بدن به یه سلفی یا مسلمان وهابی، بگن آقا یکی از اینا رو تو بکش، میگه شیعه رو باید بکشن. ما آمدیم این اسلام توش عرفان آوردیم، توش تصوف آوردیم، ازش یه چیزی ساختیم که اصلا اسلام نیست. یعنی از نظر اونا اصلا اسلام نیست. آقا چطور ممکنه تو بگی اشهد ان محمد رسول الله، باید بگی اشهد ان علی ان ولی الله، یعنی علی بردیم یه سری بالاتر از داستان معراج میگیم. میگیم نه بابا، حضرت محمد تازه وقتی که رفت به معراج، اونجا پشت در اتاق خدا منتظر بود، موسی نگرش داشت، گفت چیه؟ گفت بله حضرت علی اونجاست.
وقتی هم که آمد دید آقا شترها کاروان دارن میان، گفت این چیه اینا؟ از حضرت موسی پرسید، حضرت موسی بهش گفت بله اینا علمیش که خدا برای از این داست. ما بنابراین آمدیم و یک اسلام تازه ایرانی درست کردیم. به این دلیل من میگم این شیعه خاصیتش اینه که خیلی دارم چیت میکنم طولانی، خاصیتش اینه که میشه گفت یک اسلام ایرانیه. و واقعا اگر که طبق همین بحثا باید طولانی باشه، این 10 دقیقه نمیتونم چیز بکنم، این خودش میشه یک اسلام ایرانی. و ما چون نمیتوانیم این ستون از بین ببریم، این ستون اونجا هست، قدرتمندتر از شاهنامه فردوسی، قدرتمندتر از ارکان هویت زرتشتی و کوروش و اینها، بنابراین باید بچسبیم که این شیعه ایرانی ما چطور میتوانیم تبدیلش بکنیم به اون شیعه ایدئالی که بتوانه در ایران منتشر باشه. خواهش میکنم، ببرمید. بسیار خوب، سپاسگزارم. البته هنوز من قانع نشدم که چرا اسلام و قرآن جزی از هویت ایرانیه، چون شما در کتاب شاهنامه فردوسی هم اشاره میکنید که ایرانی ها، البته شما میگید 50 سال، ولی بعضی ها سخن از 200 تا 400 سال میکنن که مقاومت کردن در برابر این دین، و این دین در واقع بهشون تحمیل شد و چون تحمیلی هست نمیتواند جز هویت باشد. هویت در مورد یک ملت بیانگر پیشینه‌شون هست، نگاه هستی شناختیشون هست، نگاه سیاست مداری و جهان مداریشون هست، مسئله زبانشون هست، فرهنگ‌های محلی و بومیش هست. اسلام با هیچ یک از اینا سازگار نبوده و نیست. همین اکنون هم مردم ایران که یک تجربه غلطی انجام دادن، 40 سال پیش رژیم اسلامی رو آوردن روی کار، از این کار پشیمانند و بسیاری از اینها برگشتن از دین، منتظرن این رژیم به نوعی از بین برود. اون وقت شما خواهید دید که شاید توده های بسیار بسیار حتی عادی و عوام ایران بروند اسامی ایرانی بگذارند، و همونطور که در پاسارگاد دیدیم در ابعاد میلیونی اون وقت به پاسارگاد بروند و همونطور که نوروزشون رو حفظ کردند هویتشون رو حفظ کنند. حالا در ادامه با همدیگه در این باره ها سخن میگیم. شما در همین کتاب شاهنامه فردوسی تون نوشتید بعد از شکست قادسیه ایرانیان به مدت 50 سال مقاومت کردند تا آیین اسلام را پذیرفتند، ولی هرگز برتری عرب بیابانگرد بی فرهنگ را نپذیرفتند. آنها یعنی ایرانی ها که اسلام را با آغوش باز به عنوان دین برابری و برادری پذیرفته بودند، در مدت کمی فهمیدند حکومت اسلامی یعنی حکومت نجات پرستانی عرب. اما خب برای اینکه فرصت کم است و دوستان باید سخن بگن، شما هم در خدمتتون هستیم، ادامه خواهید داد، من میخوام از جناب آلفرد آبرامیان یار همیشگی میزگرد های فرنگی ما خواهش کنم که نظراتشون رو با ما در میان بگذارن. بفرمایید آقای آبرامیان، میکروفونتون رو باز کنید و ما شما رو میشنویم. سپاسگزارم آقای مانی، درود میفرستم به شما و سپاسگزارم از تلاش های میهن دوستانه شما و برگزاری این گونه میزگرد های ارزشمندی رو که شما به وجود میارید. همچنین درود به همگویان ارجمند، هم آقایان چمنارا و آقای مردو آناهید، و درود به شنوندگان خردمند رادیو مانی. خدمت شما عرض کنم اونچه که تا اینجا قابل بحث است از دیدگاه من که اشاراتی به اونها شد. از دید من مراحل تدوین قرآن هیچ اهمیتی ندارد برای یک ایرانی، آن هم قرآنی یا دینی که بی تردید با هزاران
اسناد و مدارک تاریخی ثابت شده که با زور شمشیر به ایرانی ها تحمیل شده. در حقیقت دشمنانی بیابانگرد و نادان و ناآگاه به مسائل جهانی آن روزگار خودشون تحت شرایط خاصی که ایران پس از دو جنگ بسیار طولانی با یونانی ها و خارجی ها داشتند، اینها تونستند با زور شمشیر دین خودشون رو، آیین خودشون رو تحمیل کنند. نه فقط تحمیل کنند، بلکه با کشتار و تجاوز به ناموس و حیثیت مردم ایران این کارها رو کردن. یعنی یک نوع وحشیگری بی سابقه در تاریخ تمدن بشر از هزاران سال پیش بر ایرانیان وارد شد. بنابراین سازش کردن با یک دشمن که ایرانی ها تا اونجایی که باز تاریخ اشاره میکنه تا 200 سال ایرانی ها جنگیدن، ولی تسلط خونین عرب ها زیر لوای اسلامشون سبب شد که بعد از 200 سال اسلام رو بپذیرن، تا شاید بار سنگینی که بر اونها تحمیل شده بود، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ اجتماعی و تجاوزات آنچنانی، دین رو پذیرفتن، تسلیم شدن که خیلی خوب، اگر ما این آیین رو بپذیریم به هر حال احتمال هست که ما بتونیم زندگی راحت تری داشته باشیم. در حقیقت تاریخ ایران، فرهنگ ایران، ملت ایران هرگز نتونسته عرب ها رو ببخشه. آنهایی که هویت واقعی خودشون رو، هویت ایرانی خودشون رو تونستن حفظ بکنن در قلبشون، در روان خودشون، آنها در تمام این طول دوران 1400 ساله، بگم دست کم 1200 ساله که برحال سازش های به وجود اومد، مردمی پذیرفتن و حتی روی فرهنگ عرب ها کار کردن، روی زبانشون کار کردن، زبانشون رو تصحیح کردن، ولی در اعماق وجود اینها، این عرب ها، این دینشون، اسلامشون هرگز پذیرفته نشده. اینها آیین و کارهای اینها دشمنانه بوده با ملت ایران. هنوز هم این حکومت 40 ساله برای بار دیگر ثابت کرد که مردم ایران از این دین به نوعی بیزاری دارن. در واقع شما اشاره کردید که بنیاد فرهنگ و هویت ایرانی بر 4 اصل است که آقای مانی یک مقدار از اون رو اشاره کردن، کاملا هم درست بود، پاسخ درستی بود. اما اگر زرتشت و کوروش و شاهنامه فردوسی اینها اساس و بنیاد فرهنگ نوین ایران را پایگذاری کردن، برای هم تا هنوز همین که عرض کردم نوین به این معناست که هنوز در دل و قلب و روان ملت ایران اینها هستن و قابل احترام هستن. اما اینکه آقای چمنارا اسلام رو هم در یکی از ارکان هویت ایرانی گذاشتن جای کلی بحث و گفتگو است. چطور ممکنه شاهنامه فردوسی، فرمان کوروش به گفته شما هماهنگی داشته باشه با آیین اسلام و قرآن؟ این قرآن هر آنچه که هست هویت اون رو باید شناخت، نه اینکه من یا شما یا هر کس دیگری بریم قرآن رو بخونیم چیزی از آن میفهمیم یا نمیفهمیم. خود شما آقای چمنارا اشاره کردید که قرآن رو سعی کردید به زبان عربی بخونید، به زبان پارسی بخونید، ترجمه هاش رو بخونید، ولی باز چیزی متوجه نشدید. آنچه که آدم از خواندن قرآن متوجه میشه یک فرهنگ دلاشوبی است در این کتاب
که به صورت عملی هم براشون در اومده و اعمال مسلمان ها در جهانش رو کار نداریم، ولی تا آنجایی که به مردم ایران و کشور ایران مربوط میشه، جز دلاشو، فرهنگ دلاشو، کشتار و بوی خون و تجاوز، چیز دیگری ما ندیدیم. این اسلام ماهیتش رو باید شناخت، حالا یا با خواندن یا با کردار اینها در طول 1400 سال، چه در عربستان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر اروپایی که تونسته بود نفوذ کنه با همون زور و شمشیر. ماهیت این دین هیچ ارتباطی به فرهنگ ایران نداره. نه تنها به فرهنگ ایران نداره، تعجب من اینجاست که چگونه ممکنه گروهی یا افرادی که آقای چمنارا جزوی از اون گروه هستن، بارها اشاره کردن و حتی در نوشته‌هایی رو که نزدیک به 2 سال پیش برای من فرستاده بودن نگاه کردم، دیدم موضوع قرآن رو، یعنی یکی از کتاباشون که قرآن بود، حالا مهم هم نیست که ایشون دستکاری کردن و به صورت کرونیکال درآوردن یا نه، چطور میتونستن این کتاب رو جزو یکی از ارکان به اصطلاح خودشون اربعه بگذارن. اولا این ارکان اربعه یکی از اون واژگان واقعا دلاشوب عربی است و من نمیدونم یک ایرانی متمدن، یک ایرانی آزاده، یک ایرانی که زبان فردوسی رو شناخته چطور به خودش اجازه میده از این واژه ارکان اربعه استفاده کنه. آیا واژگان دیگری در زبان فارسی نبود که چیز دیگری، سخن دیگری، واژه دیگری رو به کار ببره؟ ببینید اینها نشانه هایی است، گرچه کوچک یا بزرگ، که از دید من بسیار هم بزرگ و با اهمیت هستند، نشانه هایی است از نفوذ همون بی فرهنگی اسلامی با تاریخش و با قرآنش در میان ملت ایران، که باید و باید اینها رو از میان برداشت، چرا که مادامی که این آیین و این زبان در میان ما هنوز نفوذ داره، ما به اون هویت ملی خودمون نخواهیم رسید، آن چیزی رو که آرزوش رو داریم به اون آرزو نخواهیم رسید. چه رسد به این که با همین واژگان قانون اساسی رو نوشتن یا در حال نوشتن هست، که باز این رو جزء افتخارات خودشون میدونن آقای چمنارا و همکارانشون، که قانون اساسی رو هم بر اساس یکی از ستونهای این قانون اساسی اسلام خواهد بود، این رو خودشون نوشتن. بنابراین قانون اساسی که قرار است مردم ایران رو به نوعی هدایت کنه برای آزادی، برای خوشبختی، برای آسودگی خاطر، برای دفاع از هویت و مسائل کشوری خودش، آلوده شده باز به تفکر اسلامی. یعنی هنوز تفکر اسلامی با حضور یکی از ارکان اربعه به قول خودشون، ما باز به هیچ جا نخواهیم رسید. آیا اگر ما اسلام رو، من یه خورده سریع‌تر بگم، ننگ اسلام رو از میان ایرانی ها، روان ایرانی، فرهنگ ایرانی خارج کنیم، چه چیزی رو از دست خواهیم داد؟ به راستی چه چیزی رو از دست خواهیم داد؟ به نظر من هیچ. یک الزام، یک باید ملی است که ما این دین و آیین رو کنار بگذاریم، از فرهنگ خودمون بگذاریم تا آرام آرام این دین رخ ببنده، رخت ببنده از میان ما ایرانیان. من در این مرحله بیش از این صحبت نخواهم کرد. میکروفون رو در اختیار شما میذارم. سپاس فراوان جناب آلفرد آبرامیان. برمیگردیم به آقای مردو آناهی.
روشن اندیشی که در میان ماست و بهشون خوش آمد میگم. ولی پیش از اینکه ایشون آغاز بکنن، من میخوام باز اشاره بکنم به فرمایشات آقای چمن آرا و ازشون خواهش کنم که آماده باشن به این پرسش‌های من پاسخ بدن. خود شما میگید که ایرانی‌ها 50 سال مقاومت کردند و بعد همونجا می‌نویسید که با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. این چه آغوش بازیست که 50 سال مقاومت کردن؟ حالا شما میگید 50 سال، ولی ما دو قرن سکوت رو داریم و 400 سال رو هم داریم و پس از اون هم مقاومت تا به اکنون وجود داره. من خودم یکی از اونایی هستم که بعد از 1400 سال دارم در برابرش مقاومت میکنم. پس این مقاومت پایداری تمام نشده. ما در تاریخ خوانده ایم، نه اسنادی است که در تاریخ طبری من دارم، همش ثبت شده. اسلام با شمشیر بر ایران غلبه کرد، سپاه ایران رو در هم شکست، از نظر نظامی ایران رو در هم شکست و دیگه ایرانی ها توان مقاومت نظامی نداشتند، مقاومت های چریکی کردند مثل بابک خرمدین و خیلی دیگه و هی پیاپی شکست خوردن چون دیگه یگانه و متمرکز نبودن و بعد بهشون تحمیل شد، مثل مردمان رقعه و موسل که در حکومت اسلامی داعش همه ریش گذاشتند و الان هر جا از اون حکومت و خلافت حکومت داعش رها میشن بلافاصله ریشاشون رو میزنن میزنن و میرقصن و میخونن و میگن ما اصلا مخالف بود. اسلام به مردم ایران گفت که یا مسلمان میشوید یا باید باج و خراج بدهید، باید جزیه بدهید یا میکشیم شما رو. خب توده‌های وسیع مردم ایران پول نداشتن جزیه بدن، گفتن تسلیم، ما مسلمان. برخی از ایرانی‌ها که پول داشتن و دادن و پرداخت کردن حق به اصطلاح غیر مسلمان بودنشون رو، همونایی هستن که امروز بقایای زرتشتیان ایران هستن. بقیه ناگزیر پذیرفتن، یعنی تحمیل شد. این اصلا ربطی به جامعه ایران، به فرهنگ ایران نداره. حتی این شیعه هم که شما بهش اشاره میکنید نوعی مقاومت فرهنگی در برابر اسلام رسمی است، اما عملا به یه چیزی بدتر از اسلام سنتی تبدیل شده. هماکنون شما اگر مقایسه بکنید اسلام شیعی رو، حکومت شیعی رو در ایران با حکومت اسلامی در افغانستان، حتی در لبنان، در عربستان، میبینید تفاوت‌های فراوانی وجود داره. ما از اونها بنیادگراتر هستیم، نه ما مردم ایران، حکومت شیعی ایران. تشیع در واقع یک نوع تشدید اسلام با نوعی بنیادگرایی افزونتر و قواعد مندرآوردی در ایران شده و مردم ایران حالا دارن یک مدتی در برابر اسلام سنتی و رسمی مقاومت کردن، الان دارن در برابر اسلام شیعی مقاومت میکنن. و بعد دوست ما میگه که این مردم با میل پذیرفتن، با آغوش باز پذیرفتن. مگه میشه یک لشکر بیاد زنان مردم ایران رو به کنیزی ببره، دختران رو به کنیزی ببره، پسران رو مقطوع نسل بکنه، مردان رو به بردگی ببره، بعد مردم ایران بگویند خوش آمدید، ما با آغوش باز شما رو میپذیریم؟ البته در فرهنگ ریا و تقلب و تقیه چون این مسئله پیش میاد. حالا آقای کمنارا فرصت خواهند داشت نه تنها در این برنامه، در برنامه‌های آینده. من واقعا خوشحال میشم از ایشون بپرسم و جواب بگیرم که چگونه میشود یک دین تحمیلی رو که با زور شمشیر و قتل و باج و خراج و جزیه بر ایران تحمیل شده، شما جزی از هویت ایرانی بدانید؟ که حتما پاسخ خواهید داد.
و حال برگردیم به جناب مردو آناهید. آقای آناهید خیلی خوش آمدید، صدای شما رو بشنویم، تصویر شما رو امروز نداریم، امیدوارم در برنامه آینده داشته باشیم. در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. نمیدونستم که باید تصویر باشه، به خاطری که صداها در هم میپیچید، ضعیف بود و قرار بود که صدا باشه تا ساده تر گفتار بشه. به هر روی من سپاسگزارم و به همیاران و همگویان بسیار گرامی درود میفرستم، به ویژه به شنوندگان ایران پرور رادیو مانی درود میفرستم، به همگویی به همیار تازه‌ای که شناسایی میکنم آشنا میشم، جناب سهراب چمنارا، چون تا کنون نمیدونستم، و جناب آلفرد آبرامیان و آقای مانی من رو میشناسن، به محضی که سخن آغاز کنم میدونن که من چی میخوام بگم، و بنابراین نیاز بود که خودم رو بیشتر معرفی کنم. ولی پیش از اون که خودم رو آشکار کنم به یک نکته باید بپردازم. نکته ای هست که جناب چمنارا بیان کرد و من این نکته رو از دید دیگری نتیجه گیری خواهم کرد. البته این نکته خیلی درسته. جناب چمنارا گفت از زمانی که در ایران آموزه زرتشت به دین دگرگون شد، باعث شد که ایرانی ها چطور بشن، از حکومت ساسانیان در هم بپاشه و جاش حکومت خلافت اسلامی بگیره. به هر روی این حرف کاملا درسته، چون ساسانیان دست کم تاریخ که نگاه بکنیم زرتشت اقلا 700 سال بعد از زرتشت، در زمان اشکانیان جور دیگه بود، در زمان ساسانیان موبدان دین زرتشتی رو یک دین ساختگی و دین رسمی مردم ایران با زور به مردم پیوند دادن، و این بود نتیجه گیری اون گوناگونه که ایرانیان پیوندشون با میهن خودشون، پیوندشون با سرزمین، با زادگاه خودشون پاره شد. یعنی شخصیت یا شناسه و کیستی ایرانی نبود، بلکه زرتشتی شده بود. ولی از اونجایی که در آن زمان این رسانه ها به این شکل نبود، بلکه باید یک سپاهی سرزمین تا سرزمین رو بتازونه و اون مردم رو زرتشتی کنه، به این شکل همه با اون شکل زرتشتی نشده بودن. ولی زرتشتی شدن اونها، دین اونها باعث بود که پیوندشون دینی بشه، شناسشون دینی بشه، و این شناسه دینی از شناسه ایرانی زادگاه خودشون بریده میشه. این بود که برای بسیاری از ایرانیان زیاد مهم نبود که زیر دست کی باشن، بلکه خدایی رو میپرستیدن، اهورامزدایی رو داشتن و پیوندشون با اهورامزدا بود. همونطوری که الان باز نمیخوام به شخص برخورد کنم، همون آقای خزایی که اسمش بردید چون نامش اینجا آمده، اونم همین زرتشتیه، یعنی پیوندی با ایران و فرهنگ ایران چندان نداره. ولی خب این نمونه است زمانی که ایرانی ها مسلمان شدند، به هر ترتیبی که بوده پیوندی ندارند با سرزمین خودشون. برای اونها سلجوقی و نمیدونم غزنوی و هر کدوم که پس از دیگری آمدن، جنگ در راه اسلام میکردن. تنها چیزی که ایرانیان رو مقاوم کرد مغولها بودن، چون مسلمان نبودن. مغولها زمانی که مسلمان شدن، ایرانیا یعنی همون سرکرده ایرانیا سر به روشون فرود آوردن. ببینید
پیوند انسان وقتی که با دین بسته باشه از میهن خودش بریده میشه و براشون فرق نمیکنه که آذربایجان به کسی بدیم، زمین سرزمین کنارهای خلیج فارس عربی بشن یا عثمانیان بتازن یا بخشی رو بپردازیم یا اینکه خمینی بیاد بگه که ایران غنیمت اسلام بعد از 1400 سال و روشنفکران ما هیچ عکس العملی نشون ندن و بلکه روشنفکران بیشعور ما و نابخرد ما که مسلمان و اسلام زده هستن برن 98% امضا کنن که کشور ایران مال امام زمانه و نماینده امام زمان که ولایت فقیه هستش باید بر این مردم حکومت کنه، خلیفه باشه، مردم رو سرکوب کنه و تمام مردم بیخرد هستن به خاطری که نماینده امام زمان اینجا کسی هستش که فقیه باشه، فقیه هم کسی هستش که اونها میتونن باشن و ایرانی ها رفتن قبول کردن و سر بالا نکردن. یا زمانی که رضا شاه رو اومد انگلستان میخواست از ایران تبعید کنه هیچ روشن فکری چیزی اعتراضی نکرد، به خاطری که چرا؟ به خاطری که مسلمان بودن، اسلام زده بودن، با میهن خودشون پیوند نداشتن. بگه شاه ما رو چرا میخواید ببرید؟ هیچ کس. نه اینکه رضا شاه به خاطر اینکه آخوندان تازه خوشحالم شدن. ببینید این پیوند با ایران یعنی شناسه ایرانی باشه، کسی که مسلمانه شناساش اسلامیه، یعنی برای اون میتونه اسلام فدای ایران فدای اسلام بشه. ولی یک ایرانی که مسلمانم باشه ممکنه فکر کنه که اسلام خوبه برای ایران و زمانی که درک کنه در نقطه ای اسلام با ایرانی بودن در ستیزه از اسلام میگذره. ایرانی بودن شناسه ایرانی میخواد، اون هم درسته ما شاهنامه داریم، شناسه ایرانی در لابلای سروده های شاهنامه میشه شناسایی کرد که فرهنگ ایران، اندیشه ایران، دیدگاه ایرانی چگونه بوده، چگونه ایرانی به آفرینش جهان میاندیشیده. تا زمانی که ایرانی خود را مخلوق الله یا مخلوق هر الهی بدونه آزاد نیست، بلکه نیاز داره راهنمایی برای اون بیاد اون رو هدایت کنه. این هستش که باید شناسه خردمندانه، شناسه خرداندیش داشته باشه تا بدونه که انسان خودش بر خودش حاکمه، بر خودش فرمان رواست، نه اینکه از بالا باید فرمان روایی بشه. این یکی از نکته هایی بود که جناب چمنارا گفتن و خیلی هم درست بود که باعث اون دین کردن موبدان ایران باعث شد که ایرانی ها پیوندشون با سرزمینشون، پیوندشون با زادگاهشون پاره بشه. من خودم کرمانیم، هنوز کرمانم پر خاک است، هنوز نام کرمان که میشه من شادمان میشم، مثل که بوی گل بلند بلند میشه. یا آقای مانی پیوسته میگه من اسدآبادیم. این پیوند ماست، این شناسه ماست، هر چند که کرمان ویرانه ولی چیزی که هستش پیوند ما با اسلام نیست. یکی از چیزهایی که پیوند ایرانی ها رو اسلامی کرده بودن، هر دانشمندی، هر کسی که گفتند این مسلمان ابو ریحان بیرونی و رازی و فلان، اینها هیچ عکس العملی نشون نداده. به خاطر چی؟ به خاطری که مسلمان بودن یا اقلا اسلام زده بودن، نمیدونستن. خیلی چیزها الان در فرهنگ ایران هست که نشانهای آن هست، از فرهنگ ایران برخواسته، در خود اسلام، در خود قرآن نشانهایی از فرهنگ ایران هست، ولی ایرانی ها شناسایی نمیتونن بکنن، براشون مهم نیست. هیچ کتابی حاضر نیستن بنویسن که در پیرامون فرهنگ ایران باشه. به خاطری چی؟ به خاطری که اسلام زده هستن. یعنی کسی هم که فکر میکنه از اسلام بریده، هنوز از اسلام نبریده، به خاطری که قوانین اسلامی رو میپذیر، در وجودش حل کرده. پس ما
اگر که آرمانمون اینه آزادی و خردندیشی، باید نخست یک شناسه‌ای داشته باشیم، یک کیسی داشته باشیم به یک فرهنگی که از درون خود ما، از درون ایرانی بلند شده باشه و پیوند ما با اون فرهنگ باشه، فرهنگی که بر پایه خرد و اندیشه است. این یکی از نکته ها که میخواستم اشاره کنم. و نکته دیگه این که من نیاز دارم که خودم رو برای جناب چمنارا آشکار سازم، چون من باید، چون من از کتاب های آقای چمنارا نگاه کردم و آقای چمنارا رو میتونم شناسایی کنم که چه اندیشه، چه جهانبینی داره، ولی چون از نوشتارهای من یا چیزی کسی نخونده شاید نتونه. این هست که خودم رو آشکار میکنم. من یکی هستش، من تنها برایند پدیدهای شناخته شده و آزموده شده را میپذیرم و باور میکنم. با پدیدهایی که بنمایه آنها ناشناخته یا در پندار و گمان وجود داره ولی بازده و کنش آنها شناخته شده هستن و آنها کاری دارن. پندارهایی که در دانش آزموده شده جای ندارن برای من ارزش بررسی و ارزیابی هم ندارن. بنابراین این سخنان که بر پایه ایمان، بر پایه ایمان یا عقیده بازگو میشن در بینش و دیدگاه من نمینشینن. من بیشتر به بنیاد و ریشه هر عقیده و هر دینی در ستیز و پیکار هستم. این فرقی نمیکنه که دین زرتشتی باشه یا دین اسلام باشه یا دین مسیحی باشه، هر دینی که پایش بر عقیده و ایمان و میگه حقیقت در دین منه، چون میگه حقیقت در گفتار منه، نیاز داره که جهاد کنه. هر دینی که بگه من تنها حقیقت هستم نیاز به جهاد و شمشیر داره. پس هر دینی که میخواد بگه من حقیقت هستم میخواد آدم بکشه، اگر نیرو داشته باشه. تا همگانی نشده، تا نیرو نداره، خیلی هم مهربونی خود نشون میده، ولی به محضی که نیرو پیدا کرد جهاد میخواد بکنه تا همه اون حقیقتی که اون میپنداره بپذیرن. برای نمونه، ما تمامی مسلمونا، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، وهابی باشه، سلفیست باشه، هر کی میخواد باشه، به یک پایه‌ای باید حتما ایمان داشته باشه و آن پایه هست لا اله الا الله. این یک سخنیه که روشنه که همه میپذیرند، یعنی هر مسلمانی باید در روز این رو بیان کنه، نیست الهی بجز الله. ببینید، نیست الهی بجز الله. همین سخن هستش که آدمی رو سرکوب میکنه. همین سخن، همین پایه اسلام هستش که ما میدونیم که نیاز به شمشیری که داره که در زیر لا اله الا الله روی پرچم سعودی عربی هست، به خاطر میگه نیست الهی بجز الله. اینو باید با خشم به مردم بخورونن، حتی به عربا، حتی به هر قبیله. چطوری میتونیم بگیم نیست الهی بجز الله در مردمی که ده ها یا بیشتر خدایانی داشتن؟ خدایان اقلا مسجد جایگاهی بوده که مسجد یعنی جایگاه خانه ماه، خداشون ماه بوده که خردشون میپرورنده. خب حالا بگیم که نیست الهی بجز الله، این باید مردم رو سرکوب کنیم یا اونها رو به طمع جهاد و غنیمت برانگیزیم تا بیان مسلمان بشن؟ همون عربام هم به زور مسلمان شدن. میگن میشه چی غیر از این؟ محمد رسول الله. ببینید، این پایه دومه، محمد رسول الله. خب ما اینو اگر بخوایم به مردم بقبولونیم که میگه که محمد رسول الله، میگه چرا رسول الله؟ چرا اگر الله هست چرا با من سخن نمیگه؟ اللهی که با درخت و گربه و نمیدونم فلان و فلان گفته تا از محمد پیروی کنن، سنگ براشون حرف زده، چرا با من حرف نمیزنه؟ ولی محمد رسول الله است. این پایه هست، پایه خشمه، پایه گذاردن شمشیره، پایه جهاد و پایه آدم کشیست.
خب اگر انسان ما باور داریم که به خرد آراسته است، نه اینکه همه مردم، بلکه خردمندان میتونن با هم بیاندیشن و سامانی رو، سازمانهایی رو هماهنگ با زمان و ویژگی های زندگی خودشون بیافرینن و نیازی به احکام چادرنشینان 1400 سال گذشته ندارن. ما زمانی میتونیم حرف بزنیم که باید با اندیشه‌ای که امروز آفریده میشه، با اندیشه‌ای که با پایه امروزی هست میتونیم سخن بگیم. در گذشته چی آقای محمد گفته و یا نگفته، خوب گفته و اینو میتونیم تفسیر کنیم یا نکنیم، یا قبیله ها چطوری بوده، این بر پایه خرد انسان نیست. این از الله وحی رسیده که به مردم امر کنه، به مردم نیاز داره، مجبور هستن بپذیرن چنین امری، چنین اوامری انسان ستیزی است، چنین اوامری دشمن و نفی خرد انسانه. من از این دیدگاه با هر دیدی که بر دانش آزموده شده نباشه در ستیز هستم. مهم نیستش که این اندیشه چگونه با عرفان ایرانی بپذیریمش. عرفان ایرانی برای نرم کردن خشونت الله پدیدار شد که خیال کردن میتونن با این عرفان بتونیم خشونت رو از اسلام بزداییم و این کارشون بی خود بود. این کار عرفانی کاری هست که هنوز هم گریبانگیر مردم ایرانه، چون همه دنیا از مولوی و مولانا سخن میگن چقدر اسلام مهربان است، در حالی که همان آقای مولوی یا مولانا یا عطار در نهایت میرسن به آخرین امر، میرسن به الله، عشقشون با آمیزش با همون الله که خیلی هم مهربانه و دوست داشتنی، که اگر هزارها خون هم بریزه از مهر است. پس این عرفانی بود که وارد ما شده، دیگه از اون اسلام، نه تنها اسلام رو از ما جدا نکرد، نه تنها از خشم اسلام نکاست، بلکه گریبانگیر مردمی شد که از اسلام نتونن خودشون جدا کنن، نتونن بگریزن. کسانی که همین امروز میخوان از اسلام بگریزن، از اسلام جدا بشن، میرن قونیه یا مولانا. چندین بودیم چندین شدیم، خنده بودم گریه شدم، گریه بودم خنده شدم. آخه کی میاد این معنی این حرفا رو برای شما روشن کنه؟ گفت نرو رفتم، گفت دیوانه نشو ساکن این خانه نشو، رفتم و دیوانه شدم. آخه همه چیز رو میتونیم شما تفسیر کنیم چقدر خوبه، خیلی هم چرنده. خیلی چیزها هستش خوبه، خیلی چیزهای آقای مولوی که گفته اندرزهای گرانبهای توش هستش، ولی هیچ کدوم شمال اسلام نیست، هیچ کدومش از اسلام برنخواسته. بعد که اندرزهای گرانبهایی هستش، بیشترشون از فرهنگ ایران یا از جاهای دیگه برداشته شده. تمام داستانهایی که پیش از اسلام وجود داشته، از سلیمان و داوود و در تورات بوده یا در شاهنامه بوده، آقای مولوی چسبونده توش به نمیدونم عیسی و علی و همه های رحمت و از این حرفا، هیچ کدومشو. و این داستانهایی که فرموده، این داستانهایی که گفته برای مسلمان هاست، سند شده، مدرک شده. جناب آنایی دانم، شما البته بازم فرصت داری در دور بعد. ببخشید، خیلی پوزش میخوام، وقتی که من چی میگن این ترمزش را میفته گیر نمیکنه، همینطوری میره. خیلی پوزش، خوب شد که به من اختار دادی. خیلی پوزش میخوام که بی خودی زیاد حرف زدم. عرض کنم که به نکات خیلی مهمی اشاره داشتن دوستان تا به اکنون. یکی این که زرتشت، یعنی گاته های زرتشت، که البته یک سومش برای ما مانده و نه همش، و همون یک سوم نشون میده که نگاهی انسانگرایانه، طبیعت گرایانه و هستی شناسانه درش جاری هست. نقصایی هم داره، چون مال 3 تا 7 هزار سال پیشه، تاریخش هم چندان روشن نیست. اما گاته ها و زرتشت هیچ ربطی به معبدان زرتشتی که یک دین بسیار بسیار
پیچیده و دشوار به عنوان دین حکومتی درست کردند ندارد. اگر زرتشت در زمان معبدان ساسانی زنده بود، خود زرتشت را هم میکشتند، معبدان میکشتند، چون آنچه که معبدان از زرتشت ارائه دادند با آنچه که او خودش در گاتاها سروده کاملا متفاوته. آقای آنایت اشاره کردن که بسیاری از روشنندیشان یا امروزیان ایران حتی از اسلام نبریدند، به گوهر اسلامی هند. این واقعا حرف درستی است، کاملا حرف درستی است و بسیار دشواره که یک مسلمان، آن هم بنیادگرای شیعی، بتواند از عقایدش دست بردارد. من همواره به شوخی به دوستانم میگویم دو تیپ آدم هرگز آدم بشو نیستند. حالا گفتم دو تیپ آدم، دو نوع از آدم، یکی توده‌ای ها هستند، یکی مسلمان ها و شیعیان هستند که محال بشود اینها رو با عقل و درایت و خرد و واقعیت جاری در زندگی آشتی داد. جناب چمنارا قرآن رو که به پارسی تنظیم کرده اند، سوره هاش رو بر اساس تاریخ نزول به گفته خودشون تنظیم کرده اند، می نویسند خواندن قرآن به این ترتیب نه تنها ثواب بیشتری دارد. من دیگه با بقیهش کار ندارم. آقا چه ثوابی؟ اصلا شما به من بگویید دوست عزیز من، ثواب اصلا یعنی چه؟ یعنی چه اینکه مثلا اگر کسی قرآن رو به ترتیبی که شما فرمودید و تنظیم کرده اید بخواند ثواب بیشتری میبرد؟ آنی که مثلا قرآن ابوالقاسم پرتو رو بخونه یا دیگران رو بخونه ثواب کمتر؟ اصلا ثواب یعنی چی؟ در میان من این مسئله رو واقعا نمیتونم درک کنم. در همین قرآنی که شما تنظیم کرده اید خودتون نوشتید، صفحه 199، که الله میفرماید و آن که همه جفتها را بیافرید، یعنی هر پرنده و چرنده و ماهی و درخت و هر چیزی زوج دارن، بیافرید و برایتان از کشتی ها و چهارپایان مرکب ها ساخت که سوار شوید الی آخر. آقا این کشتی ها رو مگه الله درست کرد؟ آقا شما چگونه به این قرآنی باور دارید که چون حرفای توش هست کشتی رو انسان روی زمین درست کرد؟ این رو که الله درست نکرد. خب اینا رو کی باید پاسخ بده؟ وقتی شما اینا رو در خود این قرآن ترجمتان آوردید و اشاره میکنید به محمد، میگید شارع مقدس. ما شنیدیم که حتی خدا هم مقدس نیست، میگویند قرآن مقدس است، دین مقدس است، ولی ما نشنیدیم که بگن خدا هم مقدس است و شارع یعنی محمد هم مقدس است. خب این ادامه زهرپاشی در ذهن شنوندگان نیست، در ذهن خوانندگان نیست، در ذهن من ایرانی نیست. این پرسش هایی است که من از جناب چمنارا دارم. البته میدونم ایشون تا بعدن حتما کلی یادداشت دارن، حرفای زیادی دارن که من با کمال میل حرفاشون رو میشنوم و اگه فرصتی هم کردن به من بگن که چگونه میشود که شما محمد رو شارع مقدس میدانید و بعد در مقدمتون مینویسید و در فاکتهی که آوردید میگویید چون محمد زنان را دوست داشت بنابراین با 9 سال هم ازدواج کرد و با 4 تا هم ازدواج کرد. خب پس سران قاجار با
پادشاهان ساسانی ما میتونیم بگیم چون زنان را دوست داشتند حرمسرای 4000 نفره درست کردند. حتی جناب آقای ترامپ خیلی زنان رو دوست داره مثل همه مردان دیگه و به همین خاطر براش حرفای درست کردند راست یا دروغ که با خیلی ها رابطه داشته با خیلی از زنها. آقا این توجیه نمی کنه. شما اومدید میگید محمد چون زنها رو دوست داشت خداوند به او اجازه داد که 4 زن رسمی داشته باشه با دختر 9 ساله هم هماغوشی بکنه و حرمسرا هم خودش و پیروانش داشته باشن. آیا این اشاعه نوعی نگاه ضد اجتماعی ضد زن و ضد انسانی نیست؟ من نمیگم که شما چون این قصدی دارید، من میدانم که شما یک ایرانی هستید، یک ایران دوست هستید و من به شما احترام میگذارم که حتی شیعه هستید، این نظر شماست، اما ما یک بحث روشنگری داریم میکنیم. من از شما دارم میپرسم شما چگونه به چنین آدمی میگویی شارع مقدس و میگویی چون زنان را دوستش حق داشت این کار رو بکنه، ولی شاهان ساسانی رو محکوم میکنید به درستی که حرمسرای 4000 نفره داشتن. بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. جناب چمنارا میکروفونتون رو لطفا باز کنید و شما بگویید و ما میشنویم. 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خیلی متشکرم از 10 دقیقه شما در جواب 50 دقیقه. عرض کنم حضور اولتون که من نمیدونم از کدام سوال جواب بدم، ولی اولا فرمودید ثواب، من منظورم برای اونهاییست که قرآن میخوانند و اون اکثریت 90% ایرانه و اونهایی که قرآن میخوانند و میخوانندش که ثواب بکنند. آقای آناهید فرمودن در مورد تأثیرات ایران، فرهنگ ایرانی بر قرآن، بله درست میفرمایند. حتی روایات خیلی صحیحی هم هست که حضرت محمد بهش طعنه میزدن که تو میری پلوی دکاندار پارسی و این چون یه عالمی بوده و خیلی سرش میشده میگفتن تو حرفای اونه تکرار میکنی، که این در حتی در قرآن هم خودش آیه آمده که نه آقا این از عجم نیست. در ضمن آقای آبرامیان فرمودن در مورد قانون اساسی، بنده عرض کردم قانون اساسی من ننوشتم، قانون اساسی آقای دکتر نصر احمدی نوشتن و این قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران کوچکترین ربطی به این ارکان هویت ایرانی که ما بحث میکنیم نیست، چون از این در مورد ارکان هویت ایرانی من سالهاست کتاب نوشتم و حرف زدم و تا اون موقعی که خود آقای دکتر نصر احمدی بیان در مورد این قانون اساسی درسشون بسلا بدن من در مورد این ارکان صحبت میکنم و هیچ ربطی نداره، چون حکومت پارلمانی ایران کوچکترین اثراتی شما اگر بخوانید اینه میتونید دانلودم بکنید از وبسایت من chamanara.net و این قانون اساسی بخوانید میبینید که حتی اگر هم سعی بکنید این ربط بدید به دین و ناسیونالیزم و نمیدونم چیزهایی که باید توی قانون اساسی نباشه نمیتوانید این کار بکنید. در مورد ارکان اربعه فرمودید چرا از لغت اربعه استفاده کردم. عرض کنم در برنامه پان ایرانیستم عرض کردم مثل اهرام ثلاثه مصر، من گفتم این احرام ارکان هویت ایرانی مثل اینا هستن، هرچند شما نمیتوانید اینا نابود کنید، بنابراین من اسمشان رو گذاشتم احرام اربعه. اگر اونجا احرام ثلاثه است اینجا احرام اربعه هستن. حالا عرض کنم علت اینی که من میخواستم آقای مانی شما شاهنامه رو بخوانید، چون میخواستم از داستان جمشید و اون 50 صفحه آخر شاهنامه که من خلاصه کردم وارد این بحث بشم که چطور این حتی این اسلام ایرانی ربط پیدا میکنه به هویت ایرانی. شما در آغاز صحبتتان فرمودید آقای مانی که من گفتم با آغوش باز اسلام را قبول کردن ولی ایرانیان خیلی زود فهمیدن
روی همین نکته پاراگراف، جمله پاراگراف صبر کنید. ببینید، خوشحالم که شما مسئله توده‌ای را پیش کشیدید، به خاطر اینکه من توی بارها گفتم نقش سلمان فارس شما باید بدانید. باید بدانید که این آخوندهای زردشتی چه پدری از حکومت ایران در آوردن. حتی دین بودا خودش یک موقع زردشتی بوده که رفته به سوی شرق و بعدن دین بودا را اونجا چیز کرده. خود مانی این هم دوباره یک زردشتی بوده که دیگه فرار کرده از دست اینها. ولی اگر شما شاهنامه را بخوانید، که برعکس اون چیزی که میگن شاهنامه کتاب اسطوره‌ای است که هست، ولی اسناد تاریخیش در مورد این اواخر سلسله ساسانیان از کتاب‌های تاریخی هم مستندتره. داستان قباد که بخوانید میبینید که این قباد به خاطر روکم کردن آخوندهای زردشتی میاد به مزدک رو میده، اصلا میگه آقا مزدک دین من. ولی شما قدرت آخوندا نمیدونید، نمیتونید تجسم کنید. این شاهنشاه آریامهر ما خدا بیامرزدش خیلی سعی کرد با این آخوندا کنار بیاد. شما نمیتوانید اگر که عمامه دار نباشید و نرفته باشید فیضیه طرف صحبت آخوندا بشید، شما اینا را آخرالامر شما را سرنگون میکنن. همونطوری که شاهنشاه آریامهر که در ذاتش خودش میشه گفت از این آخوندان معتقدتر به دین اسلام و شیعه بود، دیدید که چه بلای سرش آوردن. ببینید، قباد زورش بالاخره به اینا نرسید و همون به مزدکیار آورد روی کار که بتونه با زرتشتی ها کاری بکنه، که نتوانست. و زمان انوشیروان، خسرو انوشیروان، آخوندهای زرتشتی مزدکیار اصلا قتل عام کردن. از تو این هزاران مزدکی که اینا قتل عام کردن، یک نفر به نام سلمان فارس فرار کرد، رفت به طرف غرب. و اون اصلا شما تا زمانی که ندانید این سلمان کی بوده، اصلا این تمام این بحثای ما بی خوده. به همین دلیل من شاهنامه رو به شما دادم، گفتم آقا این شاهنامه رو بخونید که ببینید این چطوری این سلمان فارسم آیمانی این همین توده‌ای های خودمونه. دیدی بعد از 28 مرداد چه قتل عامی از توده‌ها رفت در خارج، و بعد خود همین توده‌ها دیگه بمانند. بله، سلمان فارس میاد آیه های مکیه برای تمام ایرانی ها میفرسته، چون سیستم تبلیغاتیش هم تمام میشناخته اونها. به همین دلیل هم هست که در نبرد قادسیه شما میبینید که سپاه دیلمیان، the most lethal army of ایران، کشنده ترین آرمی ایران بود، اون کنار وای میسه که اصلا ایران شکست میخوره. بعدش هم همین دیلمیان هستن، سپاه دیلمیان میرن در چیز که 50 سال مبارزه میکنن و آخرین شکستشان در نبرد گرگانه که داستانش دوباره چیه. بله، مردم ایران، اون الیتشان که با سلمان فارس ارتباط داشتن، اینها با آغوش باز چیز کردن. ولی به مجردی که سلمان رفت اونجا، گفتن پدر آمرزیده تو این آیه های مکیه بر ما فرستادی، این آیه های مدنی چی میگن؟ که سلمان فهمید که آقا اینجا دیگه نمیتونه با اینا صحبت بکنه، همینطوری که من الان واقعا نمیتونم در مقابل آقای آناهیت و آقای آبرامیان شما واقعا صحبتی بکنم، ولی دارم به شما میگم که پروسه چطور بوده. بعد سلمان برمیگرده میاد پهلوی عمر و عثمان و ابوبکر، میگه معذرت میخوام، ابوبکر اون موقع مرده بوده، میگه آقا ما مشکل داریم، میگه پس چیکار بکنیم؟ بعد میشینن با هم صحبت میکنن که تنها راهش اینه که ما بشینیم قرآن قاطی پاتی بکنیم، یعنی بگیریم که آیه مکیه با مدنی قاطی بکنیم که هیچ کس سر در نیاره. همونطوری که هم 1400 ساله شما داره قرآن میخوانید و هیچ کس نمیتوانه هیچ استنباطی از این قرآن به شما بده که آقا این قرآن چی میگه. ولی وقتی که شما قرآن به همین شکل کرانیکال که خدمتتان دادم بخوانید، یک دفعه میبینید که آقای آبرامیان ممکنه از چیزای مکیش بخونه، ببینه چقدر کتاب خوبیه، درست از انجیلم بهتره، یعنی از حتی داستان‌های
تورات خیلی چیزم همه مادیفای کرده به یک شکل خیلی قشنگی تو آیات مکی. ولی یک دفعه شما میبینید که آیات مکی وقتی که میره در مدینه 180 درجه تحت تأثیر آموزه های آقای سلمان فارس همش عوض میشه. بنابراین این موضوعی است که باید بدونیم که چطوری اینها باغوش باز فهمیدن، بعد فهمیدن که اینطوری کرد. بعد ببینید قربان، من خیلی میخواستم، یعنی با 10 دقیقه نمیشه اینها را صحبت کرد، ولی داستان جمشید باید شما بخونید و بخونید ببینید چه بوده داستان جمشید و اون آخر شاهنامه را که بخونید بعد میتونید یک چیزی باز کنیم که بفهمیم که چطور شد اینا. حالا بعد از اینکه ایران گرفتار شد چطوری آمد این اسلام مادی درستش بکنه و رنگ و بوی عرفان بهش بده که از اون حالتی که چون نمیتوانه بگن دیگه من نه آقا ما تصمیم گرفتیم فهمیدیم که باید دیگه ما مسلمان نیستیم، مگه شما میتونی همچین کاری بکنید؟ بنابراین داستانات زیاد هست، فکر میکنم دیگه وقت ما هم تمام شده، بیشتر از این میخوام سر شما رو در بیارم. درود فراوان به شما جناب چمن آرا. من همونطوری که برای خودم به عنوان یک بیدین جایگاه اجتماعی قائل هستم یا خواستار یک جایگاه اجتماعی هستم، برای شما به عنوان یک باورمند به عقایدتون هم همین نظر رو دارم و شما رو درک میکنم که میگید با 10 دقیقه من نمیتونم به شما 3 نفر پاسخ بدم. در برنامه‌های آینده البته فرصت هست، شما بازم اگر دوست داشتید و این برنامه ادامه پیدا کرد حضور خواهید داشت، سخن خواهید گفت و من حتما به شما وقت بیشتری میدم حتما، ولی خب من به عنوان مدیر برنامه باید این وقت رو تقسیم بکنم. اشاره کردید به سلمان فارسی، من این چیزی رو به طنز به شما بگم، ما 2 تا فارسی داریم، داشتیم و داریم که در برابر هویت ایرانی و خواسته واقعی مردم ایران ایستادن. یکی همون سلمان پارسی است که شما اشاره کردید، یکی هم این آقای تریتا پارسی که نام هر دوتاشون پارسی فامیلیشون و هر دوتاشون هم زرتشتی بودن. البته این رو نمیشه عام کرد، فقط من باب روزگار گفتم که چون این مسئله رو پیش میاره. عرض کنم که شما فرصتتون اندکه من میدونم، ولی واقعا پاسخهای قانع کنندهی رو به من ندادید که چرا شما اسلام رو، اونم به تعبیر خودتون تفسیر شیعی از اسلام، رو جزی از هویت ایرانی میدانید. یا شما تعریفتون و درکتون از شناسه و هویت ایرانی چیز دیگری است، یا اینکه دارید 2 چیزی رو که با هم قابل جمع نیستند و با هم مخلوط نمیشوند رو مثل کره و آب تلاش میکنید که اینا رو با هم مخلوط کنید، با هم بیامیزید. و من براسی شما رو دوست دارم چون هموطن من هستید، ایران دوست هستید، نگاهتون با من متفاوته. ای بسا نگاه شما درست باشه و شما برای من با میهمانان دیگرم که در این برنامه هستند هیچ فرقی ندارید و شما فکر نکنید که ما با شخص شما مشکلی داریم یا من با شخص شما مشکلی دارم. ما نبرد اندیشه ها رو داریم و در این نبرد من اصلا به شما رحم نمی کنم و از شما خواهش میکنم به من رحم نکنید. من یک بیدین هستم و شما میتونید با من جدال کنید. من شما رو دوست دارم و در برنامه های آینده چه فردی در خدمتتون باشم چه در این میزگردها فرصت فراوان به شما میدم از اندیشهاتون دفاع کنید و این فرصت رو برای خودم و میهمانان دیگرم قائل هستم که
در برابر اندیشه های شما بیستند، برای اینکه این اندیشه شما اندیشه شخص شما نیست، این یک جریان اجتماعی در ایران که در بین روشن فکران هم جاری است، از آقای سروش و کدیور گرفته تا بازرگان و امثال هم و خیلی دیگه. و اندیشه ما هم اندیشه شخص من آقای آناهیت و آقای آبرامیان نیست، این هم یک جریان اجتماعیه. این جریانات اجتماعی در این بزنگاه تاریخی در برابر هم قرار گرفتن برای روشنگری، نه برای نبرد، نه برای اسلحه کشی علیه هم دیگه، برای روشنگری. و ما باید با هم تبادل اندیشه داشته باشیم، مقابله کنیم، مشاجره کنیم، مناظره کنیم و قضاوت و داوری را بگذاریم به عهده آنهایی که میشنوند. و همه این مسائل بیان چند هزار سال تاریخ ایران و 1400 سال تاریخ اسلام و نتایجش در یک میز گرد یک ساعت یک ساعت و نیمه به سامان نمیرسه. این بحث همیشگی ماست. حتی این رژیم جمهوری اسلامی هم برود، تازه این بحثات داغتر خواهد شد، چون فضای بازی خواهد وجود خواهد آمد که مردم بتوانند حرف بزنند. ما اونجا هماندیشان فراوانی همچون شما خواهیم داشت بعد از جمهوری اسلامی، شما تنها نخواهید بود و کسانی همچون من هم هماندیشان فراوانی خواهند داشت، حتی اگر من نباشم. به هر روی من قدم شما رو بر دیدگانم میگذارم همیشه و شادمان هستم از اینکه یک هممیهن ما با نگاه دیگر در میان ما هست. من مدافع شما هستم برای اینکه بتوانید از اندیشهاتون دفاع کنید. خب برگردیم به جناب آلفرد آبرامیان. ما در دور آخر هستیم، البته من در پایان باز هم اگر لازم شد به هر یک از دوستان متناسب با زمانی که داریم چند دقیقه فرصت خواهم داد که سخن بگویند و بعد میگذاریم برای برنامه‌های بعدی. آقای آبرامیان، شما هم حتما یاد داشته دارید و میخواید در این باره حرف بزنید، میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. سپاسگزارم آقای مانی. در این گفتارهایی که انجام شد نکاتی بود خیلی با اهمیت که میشه راجبشون به گستردگی صحبت کرد، اما از اونجایی که به هر حال محدودیت ببخشید من فکر کردم میکروفون من بس است، محدودیت زمانی وجود داره، من فقط اشاره بهشون میکنم تا تکرار بشه در ذهن خودمون و در ذهن شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند یه مقدار توجه بیشتری بشه. به عنوان مثال از نقش سلمان پارسی صحبت شد در قرآن، در آیه های قرآن و تأثیراتی که روی خود محمد داشته. کم و بیش برداشت من اینه که اگر چنین چیزی بوده و من باور میکنم که چنین چیزی بوده و آقای سلمان پارسی نقشی در به وجود آوردن اسلام و قرآن داشته، بنابراین چگونه میشود باور کرد که قرآن کلام الله است؟ این چیزیست که هم نام قرآن هست، کلام الله. بنابراین یک شخصی مثل آقای سلمان پارسی چطوری میتونسته روی کلام الله نفوذ بکنه؟ این چه اللهیست که تحت تاثیر سخنانش و آیه‌هاش تحت تاثیر آقای سلمان پارسی قرار میگیره؟ یک. دوم، اشاره کردن ایشون که آقای چمنارا در مورد قانون اساسی که من ننوشتم. بسیار خوب، برداشت من از نوشتار خودشون بود. روی کتاب قرآن هنوز هم هست، نیازی هم نیست که من اون رو الان از همین برنامه بتونم نشون بدم. ایشون نوشتن قانون اساسی بر پایه 4 رکن که اشاره کردن لازم به تکرار اونا نیست که اون 4 رکن چه بودن، و هیچ نامی از آقای نصر یا دیگری نبوده جز نام خود آقای چمنارا در زیر آن قانون اساسی. برداشت من و هر که خواننده دیگری با نگاه کردن به
اینکه کتاب قرآن خواهد دید که باید آقای سهراب چمنارا نویسنده قانون اساسی باشن. حالا ما شنیدیم ازشون که ایشون نقش آنچنانی نداشتن، شاید همکاری داشتن، ولی به هر جهت قانون اساسی آنچه را که شما نشون دادی در کتابتون زیر نام شما بوده، نه نام دیگری. اما مسئله دیگر، بگذارید اینجوری بگم که اونچه که من رو برانگیخت که در صدد پرسش هایی از خواندن و شنیدن سخنان جناب چمنارا به وجود آورد چیزی نبود جز به کار بردن و شنیدن چند عبارت که ما با واژه ها و عبارات همدیگر رو درک می کنیم و مسائل همدیگر رو می فهمیم. بنابراین وقتی واژه ها یا عباراتی به کار برده می شه از سوی هر کسی، چه آقای چمنارا، بنده و دیگران، برداشت شنونده ها و خواننده ها بر اون اساس خواهد. یکی از برجسته ترین سخنانی که یا عباراتی که به کار رفته بود و من در گفتگوی پیشین، در میزه گرد پیشینی که داشتیم و به گوش آقای چمنارا هم رسید، پرسش من در این بود که منظور شما از قرآن راستین چیست که شما نام کتابتون رو گذاشتید قرآن راستین؟ آیا کتاب دیگری هست که غیر راستین هست قرآن؟ یا شما آنچرا که برداشت کردید، برداشت شخصی و گمانه خودتون بوده، باور خودتون بوده، نام راستین را برام گذاشتید؟ این نامی است که سوال برانگیزه. و موضوع دوم، عبارت دیگر، به کار بردن حقیقت اسلام بود که باز برای من سوال برانگیز بود. حقیقت اسلام؟ آیا می شود انتظار داشت که آقای چمنارا در جایی که امروز دقیقاً جایی است که اگر فرصتی داشته باشند به این دو پرسش پاسخ بدن؟ قرآن راستین یعنی چه؟ آیا قرآن‌های دیگه ناراست بوده، ناراستین بودن؟ و آیا حقیقت اسلام چه معنی دارد؟ بفرمایند چه حقیقتی در اسلام دیدند و اصلا مفهوم خود واژه حقیقت چیست؟ همه ما از این واژه استفاده می کنیم، بجا یا نابجا، هر چیزی رو گاهی اوقات حتی معنی حقیقت رو با واقعیت ما قاطی می کنیم. بگیم بله آقا حقیقت داره. نه، حقیقت نداره. می شود گفت که واقعیت دارد. قرآن یک واقعیت است، اسلام یک واقعیت است. نه راستی در آن هست و نه حقیقتی در آن هست. ولی اگر شما منظور دیگه ای از اینا داشتید من خوشحال خواهم شد که بدونم مفهومش چیست. اما باز سعی می کنم که شاید آخرین گفتار من باشه در این میزگیر، از اینجا شروع می کنم. باز خطاب من با آقای مهندس چمناراست. آقای چمنارا از انتقادات پیشین من که همین الان توضیح دادم درباره دقیقا همین عباراتی بود که شما در پاسخ خودتون، یعنی در اون ویدیویی که به عنوان پاسخ به برنامه گذشته ما بود، در پاسخ خودتون روی ویدیو به سخره گرفتید، مسخرش کردید. البته اشکال نداره، چون هر کسی میتونه طوری صحبت کنه که مسخره تلقی بشود. اما شما گمان کرده بودید که در آن داستان عیسی و پیلاتوس و نیچه که من در موردشون صحبت کردم به عنوان یک مثال آورده بودم، باور شما این بود یا برداشت شما این بود که من از عیسی و مسیحیت دفاع می کنم چون یک مسیحی زادم. بله، من یک مسیحی زادم، ولی خیلی پیش از این که با قرآن و اسلام و دینی که در کشور من رایج بود، من با کتاب مسیحیت و دینش از بسیار سالا پیش از انقلاب خودم رو رها کرده بودم.
چیزی برای من نداشت، چون آشنایی من با مسائل دیگر مسلط بر باورمندی به این دین و مسیحیت و این حرفا. شما فکر کردید که من از به عنوان مسیحی دفاع کردم و باز هم به حالت تمسخر گفتید خیلی حالا اگه باور داری خب باور داری، ولی چرا با اسلام مقایسه میکنی؟ شما متوجه نشدید که در واقع سوال من رو متوجه نشده بودید. امیدوارم امروز متوجه بشید. من میخواهم از دیدگاه شما بدونم که حقیقت چیست؟ یعنی سوالی که پیلاتوس از عیسی کرد دقیقاً این سوال را پرسید. حقیقت چیست؟ و گفتم که عیسی سکوت کرد و هیچ جوابی نداشت. یا دلیلی برای جواب ندادنش داشته عیسی، یا گیر کرد نمیدونست که چه باید بگه، چگونه میتونه درباره حقیقت حرفی بزنه. بنابراین شما امروز خواهش من از شما این است که یک قدری به روشنی اگر ممکن باشه تعبیر رو تفسیر کنید که منظور شما حداقل از بکار بردن این واژه حقیقت، حقیقت اسلام چیست؟ چه حقیقتی رو در اسلام دیدید؟ ببینید من یه مثال میارم و سخنم رو به پایان خواهم برد. این دیدگاه منه درباره حقیقت. برای روشن کردن اساس این پرسش من این مثال رو به کار خواهم گرفت که همه میدونیم که انیشتین به عنوان یک عالم که شما این رو هم در پرانتز اشاره کنم، یکی از صحبت‌های شما این بود که با علوم نمی‌شود اسلام رو و قرآن رو توجیه کرد و فهمید و یا ثابت کرد، یعنی علوم کاملاً در جای دیگری قرار دارن، به هیچ وجه ارتباطی نمیتوانن با اعتقادات، منظور اعتقادات دینی است، داشته باشن. چیزی رو نمیشود با علوم ثابت کرد. که من انیشتین رو به عنوان یک کاشف بزرگ و به عنوان کاشف اتم که یک جلوه درخشان دانشی بود در زندگی بشر امروزی که هنوز هم هست، سوال اینجا خواهد بود که اگر ما این پدیده یا این اختراع یا این کشف بزرگ رو میتونیم بگیم که بپرسیم که حقیقت این کشف درخشان و پیامدهای آن نیکو بوده و یا با همراه با داد و هنجار و خوشبختی مردم جهان بوده است؟ آیا میتوان گفت که این حقیقتی است در کشف بزرگ انیشتین؟ و یا آیا میتوان گفت حقیقت این کشف و پیامدهای آن همراه با بیداد و ناهنجاری و بدبختی و نابودی مردم جهان خواهد بود؟ درست برعکس آن چیزی که تعبیر قبلی رو گذاشتیم روش. اینجاست که از واژه حقیقت نمیتوان و نباید به راحتی سود جست، چون چهره های متفاوتی میتونه داشته باشه. به کار بردن واژه حقیقت به ویژه در مسائل مربوط به اعتقادات و دین خطای بزرگی است جناب آقای چمنارا، و مسئولیت بزرگی رو میطلبد که شما و به نظر من سایر هماندیشان شما رو مجاز نمیسازه که از واژه حقیقت استفاده کنید و سود ببرید. همچنان که در مورد ثواب و ناثواب اشاره کردید، هنوز برای من هم نامفهوم است چیزی که آقای مانی اشاره کردن پرسیدن. ثواب یعنی چی و ناثواب یعنی چی؟ چه ارتباطی با زندگی امروز بشر
یک بشر متمدن امروزی آگاه و مسلط به برخی از علوم میتونه داشته باشه. بنابراین اگر شما که اشاره کردید 10 کتاب دیگر نوشتی، مجموعاً 10 کتاب نوشتی، من هم خیلی صریح و روشن باور خودم رو خواهم گفت. اگر با چنین دیدگاه‌هایی شما 100ها کتاب دیگر و دیگران هم هم‌اندیشان شما 100ها کتاب‌های دیگر و مقالات دیگری بنویسند، اگر زیر هنایش چنین اعتقاداتی و باورهایی قرار گرفته باشند، آن کتاب‌ها پشیزی ارزش نخواهند داشت. مردم بهره‌ای از این کتاب‌ها نخواهند برد جز اینکه باز مردم رو به سوی باورهای آنچنانی بکشونه، و این به نظر من خیانتی است به ملت ایران، هیچ ثوابی هم نداره. سپاسگزارم که سخنان من گوش دادید. سپاس فراوان جناب آبرامیان. من میخواستم اشاره کنم که شما که آشوری زاده و مسیحی زاده بوده اید، امروز و نه امروز، از سالها پیش هیچ دینی رو باور ندارید که خودتون اشاره کردید. جالب اینجاست آقای چمنارا، ما 4 تا ایرانی هستیم، یکیمون مسیحی زاده است، یعنی در یک خانواده مسیحی به دنیا اومده، آقای آناهید و من در یک خانواده شیعی به دنیا اومدیم. آقای آناهید رو من حدس میزنم که چنینه، ولی امروز به دینی باور نداریم، به هیچ دینی. و شما یک ایرانی تبار هستید، ایرانی زاده هستید که شیعه رو قبول دارید. من در یک شعر هم سالها پیش نوشتم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. و همین البته برای فتوای قتل کافی است، ولی من به راستی مسلمان نیستم، هیچی به هیچ دینی باور ندارم، اصلا به هیچ ایدئولوژی باور ندارم. من اشاره کردم که توده‌ها و مسلمان‌ها با واقعیت کنار نمی آیند، با حقیقت زندگی کنار نمی آیند و بر باورهای خودشون پافشاری می کنند. من نمیخوام جز اونها باشم، من میخوام با واقعیت، با حقیقت زندگی، با برتری اندیشیدن و خرد کنار بیام. شاید موفق نشده باشم، شاید هم موفق شوم، شاید در آینده حقانیت حرفای از جنس حرفای من و دوستان دیگر بر مردم روشن‌تر شود. این مسئله آینده است. نکته دیگه که من از جناب چمنارا خواهش میکنم این است که اگر شما احساس میکنید و حقم دارید البته که یک تنه در برابر 3 تن ایستاده اید و ما 3 برابر شما وقت داریم و شما فرصت نمیخونید به اندازه کافی حرف بزنید تا پاسخ ما رو بدید، من به شما حق میدم. منم جای شما بودم همین اعتراض رو میکردم. به همین خاطر من به شما گفتم در برنامه‌های بعدی حتما به شما بیشتر وقت میدم و اینجا رسما از شما خواهش میکنم اگر هم‌اندیشی دارید که فکر میکنید یاریگر شما و در کنار شما در این نبرد اندیشه ها به من معرفی کنید، ما در میزگردهای بعدی از ایشون دعوت میکنیم تشریف بیارن و بشیم 4 نفر. من که مدیر برنامه هستم، حالا امروز یه مقدارم سخن گفتم برای اینکه در برنامه پیشین در نقد اندیشه‌های شما سخن گفته بودم، خواستم در حضور شما هم گفته باشم. در برنامه بعدی من میتونم فقط مدیریت بکنم، شما و هم‌اندیشتون با دوستان ما در این برنامه بنشینیم با هم دیگه رد و بدل اندیشه بکنیم. این دعوت من رو خواهش می‌کنم به خاطر بسپارید و حتما ما رو یاری کنید که شما تنها در یک سنگر نباشید. من اصلا دوست ندارم یک ایرانی در یک سنگر تنها باشه، حتی اگر یک نظر دیگری داشته باشه. خب برگردیم به عنوان سخنور پایانی این میزگرد
جناب مردو آناهید، یکی از روشن اندیشانی که اسم اصلیشون این نیست. به چه دلایلی اسم زیبای مردو آناهید رو انتخاب کردند؟ اون هم موضوع برنامه ما نیست. مسئله اندیشه است. ما یک صدا داریم، یک نام و نوعی از اندیشه. همین برای ما کافی است. اگر پاسخی داشته باشیم باید به این اندیشه و به این صدا پاسخ بدیم. برای من فرق نمی کنه که ایشون البته آقا هستن، ولی فرق نمی کنه زن باشن یا مرد، جوان باشن یا پیر، و شیعه زاده باشند یا مسیحی زاده یا زرتشتی زاده یا یهودی زاده یا مسلمان زاده یا هر چیزی. بنابراین از ایشون خواهش میکنیم که میکروفون رو به دست بگیرن و نظراتشون رو در پایان این میزیگر با ما در میان بگذارن. تا همکنون 1:35 از برنامه ما گذشته، ایشون هم اگر 10 دقیقه صحبت کنن دیگه خیلی طولانی میشه. ما بقیه بحثا رو میذاریم برای جلسه بعد، و البته آقای چمنارا اشاره میکنن که نوبت میخوان. چشم، چند دقیقه بعد به شما فرصت خواهیم داد که در خدمتتون باشیم. آقای آناهید بفرمایید، ما شنونده شما هست. سپاسگزارم جناب مانی. من کوشش میکنم که چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نگیرم. یکی از سخنان جناب مانی این بود که ما 4 تن با هم گفتگو نداریم در حقیقت خودمون، بلکه جریان 2 جهانبینی، جریان 2 دیدگاه گوناگونه. این کار حرف درستیه، چون ما یک جریان جهانبینی دیگری داریم، جناب چمنارا یک جهانبینی دیگری است. ما در این جهانبینی ها با هم گفتگو میکنیم، ولی خود ما با هم هیچ گونه خصومتی یا اینکه نمیگیرم ناراحتی نداریم. ممکنه که با هم هم خیلی هم مهربانتر و دوستانه تر هستیم، ولی دیدگاهمون با هم گوناگونه. حالا یکی از گفتاری که به صراحت خود من بارها به اون در نوشتارهایم بهش اشاره کردم، ایمان داشتن، حالا به یک ایدئولوژی یا به یک دین فرق نمیکنه، ایمان زندانبان خرد است. ایمان خرد انسان رو میخکوب میکنه، یعنی عقیده بر خرد انسان فرمان روا میشه. به خاطر این توده‌ای یا مسلمان یا شیعه یا هر چیزی یا یک کشیش، اینها هستن که خردشون در زندان میخکوبه و عقیده بر آنها فرمان روایی میکنه. به این خاطر هستش که یک دانشمند یا دانشدان، من میگم مثلا فیزیکی میتونه اتم بمب اتمی هم بسازه، میره در مکه میخواد سنگ بزنه و شیطان رو دور کنه. بعد از 1400 سال، خب اگه که فکر میکنه شیطان هم هستش، بره یه بمب بذاره که اونجا شیطانه بره مردم رو راحت کنه. ولی بعد از 1400 سال بازم میره، به خاطر اینکه خردش در زندان اون ایمانش میخکوب شده، نمیتونه چیز دیگری رو بپذیره. و اون دانشی رو که آموخته، دانش دانه هایی هستن که مثل مهره هایی در دستش بازی میکنن، ولی ایمان در وجودش رخنه کرده و خرد اون رو در زندان ایمان میخکوب کرده. از این بابت من زیاد گفتگو نمی کنم، و هرچی که خواست باشم بگم. من در این زمینه میتونم سخن بگم که من به باوری یا عقیده‌ای که بتونه بر خرد انسان فرمان روایی داشته باشه در ستیز هستم. سپاسگزارم از اینکه به سخنان ناگوار من یا سخنان خشن من گوش دادید، ولی بدونید که من با هیچ کس در خصومت نیستم و خشمی ندارم، همتون رو بسیار گرامی میدارم. سپاسگزارم از هر همگو و یارانی که در این انجمن نشست بودن. گوشی رو به میکروفون راه میکنم دست جناب مدیر. درود و سپاس جناب مردو آناهید. شنوندگانی که یا بینندگانی که تا اینجا شکیبا بودند و سخنان ما رو شنیدند، طولانی بوده، پوزش میخوام.
اما لازم بود. میگویم که اگر نقد و نظری دارید یا میخواهید در این برنامه حضور پیدا بکنید با ایمیل radiomani2012@gmail.com تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میان بگذارید، در اینجا مطرح خواهیم کرد در برنامه های بعدی و حتی اگر بخواید حضور پیدا کنید ترتیب حضور شما رو خواهیم داد. دقایق پایانی برنامه رو به دوست ارجمند و میهمان گرامی جناب سهراب چمن آرا می سپارم و اگر ضرورتی پیدا نکنه که دوباره خدمت شما باشم همینجا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. آقای چمن آرا چند دقیقه در خدمت شما هست، بفرمایید. خیلی متشکرم. فقط دو دقیقه می دهید جایی که عرض کنم حضور انورتون که در مورد حقیقت جناب آبرامیان این یک مخواهد ما را وارد یک بحث بسیار پیچیده فلسفی بکنید، ولی من همینجا قناعت میکنم به همون موقعیت چیزی که شما فرمودید، حقیقت یعنی واقعیت، اسمش چه میذاریم واقعیت، و واقعیت اینه که 90% مردم ایران مسلمان هستند و من اگر چیزی میخوام بگم و یا بنویسم در حقیقت برای اونهاست، و وقتی که گفتم ثواب در حقیقت منظورم طرف صحبتم با اونها بود. جناب مانی فقط یک موضوع میخوام به شما بگم که بعد از خیلی کتابها که خواندم و دنبال حقیقت بودم، شاید بهترین تفسیری که پیدا کردم از یک آخوند در فیلم مارمولک بود و این جملهش واقعا از اون جملاتی است که باید هر کسی در ذهنش داشته باشه، و اون که این آخوند فرمود راه‌های رسیدن به خدا به تعداد مردم است، یعنی هر کسی میتوانه اون راهی که میخواد به خدای خودش برسه، و شما امکان نداره دو نفر پیدا کنید که دیدگاهشان برای رسیدن به اون حقیقت یا خدا یا واقعیت یا هرچی هست اونه. افرادی هم که مثل شما خرد میدانن و همونطوری که فردوسی هم خرد خدای خودش میدانه، راه های رسیدن به خرد هم باز متفاوته. در ضمن در مورد قرآن فرمودید چرا راستین و اینا، نخیر، من اول دفعه این قرآن اینجا به عنوان ترتیب تاریخی دادم، بعد این قرآن هم حتی قرآن کرانیکال که به انگلیسی برای دانشگاه الازهر فرستادم. و آقای مانی خدمت شما عرض میکنم من هیچ همفکری ندارم. عرض کنم حضور انورتون که بارها به این آقایانی که به اصطلاح سروش و آقاسی و افراد دیگری، حتی آقای نصر، من این کتابا رو گفتم آقا برید دانلود بکنید، بخواید بیاید با من صحبت کنید، یعنی همین میزگردی که الان خیلی از شما متشکرم که این میزگرد درست کردیم که بیاییم حرفامونو بزنیم. ما در حقیقت، یعنی شخص من دارم میگم به قول خیام، میترسم از آن که بانک آید روزی کی بی خبرن، راه نه آن است و نه این. یعنی این که آقای مانی من کسی ندارم که با خودم بیارم بگم توی این جلسه شرکت کنید، و من خیلی خیلی خوشحال میشم در این میزه که اگر شما من قابل میدانید باز هم بیام خدمت شما باشم، هر موقع که بفرمایید بیام صحبت بکنم، چون حرف زیاد داریم بزنیم. و همین دیگه، من همین چه حرف دیگه نمیخوایم بیشتر از این بزنیم، انشاءالله برای جلسات بعد با هم بشینیم. بسیار خوب، جناب چمنارا شما تنها نیستید، ما در کنار شما هستیم. همین دوستانی که با شما چالش نظری دارن از جمله خود من، ما پشتیبان شما هستیم برای که بتونید اندیشهاتون رو بیان کنید تا ما هم بتونیم نقدش کنیم. در مورد واقعیت و حقیقت فلاسفه مدرن میگویند بازتاب درست واقعیت در ذهن حقیقت است. خب این رو در آینده میتونیم درباره بحث کنیم. شنوندگان گرامی و بینندگان نازنین این برنامه، یک بار دیگه اعلام کنم این میزگرد فرهنگی رادیو مانی بود با حضور میهمانان ارجمند آقای سهراب چمن آرا
آقای آلفرد آبرامیان و آقای مردو آناهید و من مانی همیشگی در خدمت شما. به شما بدرود میگم تا برنامه بعدی. شادکام باشید، با اندیشه باشید و اندیشه‌ای که شما را حتما به روشنایی خواهد برد.